بسم الله الرحمن الرحيم. معسلين عزيز، سلام عزارة خدمة شما تقديم است. در جلسه هشتم از تدریس مضمون غلجات به خدمت شما قرار دارم. در جلسه هفتم در ارتباط به تشخیص غلات قبل از ظاهر شدن خوشه همراه با شما بحث کردیم که در مزرعه چگونه ما بتونیم غلات در بین همدیگر شناسایی بکنیم، تشخیص بدیم. روش های تکنیکی وجود داشت که از طریق شناسایی خود اوریکال و قسمت پلومیول سایز هایی که در غلات مختلف وجود داره از آن طریق می توانستیم که غلات تشخیص بدیم. و همچنین مرتبط با گل در غلات گفتیم غلات از جنبه نباتات پرفکت یا نباتات کاملن که آلای تسکیر و تنیس در از اونا وجود داره و از آن جمله گندم بین حدودا 4% گردفشنی غیر خودی داره. و همچنین عملی جوانه زدن و سبز شدن بحث کردیم. در این جلسه به ارتباط شرایط سبز شدن، فواید پنجزنی، عواملی که در تعداد تلر یا پنجزنی نقش داره، استراحت در تخم، قوه نامیه و همچنین عکس العمل به طول روز با شما بحث خواهیم کرد. شرایط سبز شدن، چی شرایط نیازه که یک بذر سبز بشه؟ زمانی که اگر ما بذر در دل خاک قرار میدیم، شرایطی نیاز داره که از آن جمله اقلیم است، محیطی که خود بذر در از او وجود داره، درجه حرارت و رطوبت و نور و مواد غذایی که خود این دوسپرم از او تهیه میکنه، شرایطی برای سبز شدنه. یک، مقدار رطوبت جهت جوانه زدن تخمه. اولین شرط مهیا بودن رطوبت. اگر ما تخمه در محیط خشک قرار بدیم، اگر به مدت طولانی هم باشه خواهد پوسید و از بین رفت. در صورتی که رطوبت نباشه جوانه نمیزنه. پس اولین فاکتور و فاکتور خیلی مهم مقدار رطوبت، که رطوبت باید آماده باشه تا بذر جوانه بزنه. درجه حرارت، حرارت یکی از جمله فاکتورهای مهم است که تعیین کننده همان صفر فیزیولوژیکی بذر درجه حرارت تعیین میکنه که چی درجه نیاز برای جوانه زنی و جرمنشان داره. بعد اکسیژن، مقدار هوایی که در خلل و فرج یا در آب وجود داره یا در خمور رطوبت وجود داره، در قطرات آب وجود داره، نیازه که به اکسیژن باشه. در صورتی که اگر خاک اشبایی از آب باشه، در شرایطی که اکسیژن نشه، تیه نشه، حتما فیسدی جرمنشان کاهش پیدا میکنه. یکی خواب یا دورمانسی هست. دورمانسی یا همان دوره استراحتی که نیاز تا نبات آن را طی بکنه. زمانی که ما نبات برداشت کردین، از خوشه جدا کردین، مدت نیاز داره که آن سپری بشه، که در نباتات مختلف متفاوته. از یکی دو ماه و سه ماه تفاوت وجود داره در زمان رفع دورمنسی که بعد او شرایط طی بکنه. ولی در شرایط طبیعی هم میشه مقدار زمان کاهش بدین، رطوبت افزایش بدین و درجه حرارت کاهش بدین. در محیط طبیعی، محیط غیر طبیعی ایجاد بشه، محیط مصنوعی، دوره دورمنسی یا دوره خواب میشه که کاهش بدین. بران 4 فکتور خیلی مهم و اساسی شرایط سبز شدن نبات تهیه میکنه یا شرایط جرمنشان بذر تهیه میکنه. مقدار رطوبت بین 25 تا 70-75% رطوبت برای نباتات متفاوت مختلف و درجه حرارت که صفر فیزیولوژیکی نبات تعیین میکنه. پایین ترین درجه حرارتی که نبات در جوانه بزنه، اکسیژن که در خلل و فرج خواب و همچنین در آب وجود داره، باید به مقدار مورد نیاز تحت شرایط اکسیژن نیز قرار بگیره. و همچنین رفع نمودن خود دورمانسی بس که از جمله فکتورهای مهمه که دوره خواب یا دوره دورمنسی خود تیر کرده باشه، بعد به تنها جوانه بزنه. مراحل نمو در غلات، از زمانی که ما بذر در خاک قرار داریم تا زمانی که برداشت میشه،
به مراحل مختلف یا استیج‌های مختلف نمویی تقسیم شده. یک مرحله اول از مرحله تخم، از مرحله کش تا ای که جوانه بزنه. این مرحله خیلی حساسه که نیاز به آب، اکسیژن، درجه حرارت و نور داره و همچنین رفع بودن دورمنسی در این مرحله مهم است. در مرحله اول از مرحله جوانه زدن از کش تا زمانی که بذر جوانه میزنه، مرحله حساسی که به آب، به اکسیژن، به درجه حرارت و نور نیاز داره که باید فراهم باشه. مرحله دوم مرحله بعد از جوانه زدن یا پیدایش برگ اولی یا پلومیوله، برگ اولی ظاهر میشه بعد از مرحله جوانه زنی. مرحله دوم پیش پیدایش خود برگ اولی یا پلومیول هست. بین جوانه زدن و پنجه زدن برگ ها به طرف بالا رشد میکنه، برگ ها بیرون میشه به طرف بالا، پلومیول حرکت میکنه و ریشه با مو خاصیتی که داره به طرف تاریکی حرکت میکنه. خود پلومیول یا برگ به اساس خواصی که داره به طرف روشنایی حرکت میکنه. بنابراین مرحله دوم مرحله پیدایش برگ اولی هست، مرحله دوم سبز شدن هست یا مرحله دوم رشد است. در مرحله سوم مرحله پنجه زدن است. پلومیول تکمیل شد، آمد ریشه در زمین ثابت شد، مواد غذایی از زمین گرفت، پلومیول انکشاف پیدا کرد، برگ اولیه به وجود آمد، مواد غذایی از طریق ترکیب زیایی به دست آورد و این مرحله هم تکمیل شد. شروع به تکمیل شدن نمود. بعد مرحله سوم مرحله پنجه زنی یا مرحله تلرینگ که تعداد ساقه های از قسمت پایینی ساقه از بالای ریشه تلر به وجود میاد، تلر یا پنجه به وجود میاد که ساقه ها از محل گره یا نود در زیر و یا روی خاک قرار دارند. قلات تیرمایی بیشتر پنجه زنی از قلات بهاری داره. بنابراین مرحله سوم مرحله تلرینگ که تعداد تلرها از قسمت پایینی ساقه از بالای ریشه از گره هایی که در بالای ریشه وجود داره تلرها به وجود میاره که تلرها در قلات تیرمایی در گندم بیشتره و در جو کمتره، یا در قلات تیرمایی در مجموع گندم های تیرمایی بیشتر تلرنگ داره و در گندم های بخاری تعداد تلرنگ ها کمتره، یا در جو بخاری بیشتر در جو که اگر خزانی وریتی های داشته باشه اکثرا نیمه زمستانی هست، ولی اگر خزانی باشه مقدار تلرنگ حتما بیشتر داره چون طول عمر از اونها زیادتره، مقدار ریشی از اونها زیادتره. بنابراین در بهار تعداد تلری که تولید بکنه بیشتره. عواملی که در تعداد تلر یا تعداد پنجه زنی خود قلات نقش داره این فاکتورها رو میتونیم ما بشماریم، چی فاکتورهای نیازه که فراهم باشه تا تعداد تلرهای بیشتری یک قلعه تولید بکنه. هر چقدر تعداد تلر بیشتر بشه مقدار تخمریز ما با متناسب میتونیم کمتر بکنیم که تعداد تلر افزایش پیدا بکنه، سطح خاک کامل میتونه بپوشونه. اگر ما تعداد مقدار تخمریز را زیاد بکنیم خاصیت تلرینگ یا پنجه‌زنی نبات هم زیادتر باشه، باعث زیای بذر، باعث کاهش عمل کرد، باعث افزایش رطوبت، باعث پوسیدگی ساقه، باعث لاجینگ و مشکلات از این قبیل خواهد شد. از عواملی که در تعداد تلر نقش داره یکی عمق کشته، عمق کش باید مناسب باشه. اگر ما بذر هر چقدر عمیق‌تر کش بکنیم تعداد پنجه زیادتر کمتر خواهد شد، عمق بذر زیادتر پنجه زنی ضعیف‌تر میشه. هر چقدر عمق بذر ما زیاد بکنیم از حد مطلوب زیادتر بشه پنجه زنی کمتر میشه.
و قسمت هایپوکوتایل طویل تر میشه. قسمت هایپوکوتایل قسمت بین ریشه و قسمت بین ساقه، بین پلومیول و بین رادیکال قسمت هایپوکوتایل که در جنین مشخص شده و این قسمت باعث افزایش از این قسمت میشه. هایپوکوتایل افزایش پیدا میکنه و چقدر که هایپوکوتایل طویل تر باشه تعداد پنجه‌زنی کمتر میشه. ما کلیپتایل در گندم ها به صورت متفاوت داریم. بعضی از گندم ها هایپوکوتایل خیلی بلند دارن، بعضی متوسط دارن و بعضی بسیار کوچکتر دارن. یکی از جمله فاکتورهایی که در عوامل تلر نقش داره در تعداد تلر عمق کشته، یکی موجودیت مواد غذایی در زمین هست. هرچی که در قدر مواد غذایی برای زمین راحت تر و بیشتر و مناسب تر فراهم باشه تعداد تلرینگ زیادتر میشه، و هرچی قدر مواد غذایی کمتر به دست رس باشه تعداد تلرینگ و پنجه‌زنی کمتر میشه. فاصله بین تخم ها زیاد مهمه. اگر ما بذره زیادتر کش بکنیم تلر کمتر، اگر بذره کمتر کش بکنیم تلر زیادتر. یعنی جبران مقدار بذره از طریق تلر ما میتونیم داشته باشیم. بنان کوشش بشه که مقدار تخم ریز در حد مطلوب باشه تا از تعداد تلرها جلوگیری به عمل بیاید. هرچقدر ما تلرهای بیشتری داشته باشیم تعداد اسپایک ها بیشتر می داشته باشیم، و هرچقدر تعداد اسپایک ها بیشتر داشته باشیم مقدار عمل کرده ما بالا خواهد رفت. زمان کشت نقش داره در مقدار پنجه‌زنی. هرچقدر که طول عمر نبات بیشتر باشه تلرینگ بیشتره. اگر ما مقایسه بکنیم گندم های خزانی با گندم های بهاری، میبینیم که تعداد تلرینگ گندم های خزانی به مراتب بیشتر از تعداد گندم های بهاری هست. بنابراین زمان کش در تعداد تلرها نقش خیلی زیاد داره. گندم های زمستانی تلرینگ بیشتر داره و گندم های خزانی تلرینگ کمتر داره. غلاتی که در بهار کش میشه و غلاتی که در خزان کش میشه تعداد تلرهای متفاوت داره. بنابراین یکی از مزیت های زمان کشت قبل از زمستان یا نباتاتی که مقایم به سرما هستم ایست که تعداد تلرهای زیادتر تولید میکنن. آب و هوا، هرچقدر آب و هوا مناسب تر با وفق مراد نبات باشه تلرینگ زیادتر. اگر نباشه، در خصوصا در زمان تلرینگ شرایط آب و هوا مهیا نباشه، هوا خیلی سرد باشه یا خیلی گرم باشه، از تعداد تلرینگ کاسته میشه. نوع خاک، هرچقدر خاک مناسب تر باشه از لحاظ بافت، از لحاظ ساختار فیزیکی، از لحاظ ترکی، از لحاظ مواد غذایی، خاک مطلوب تر باشه، خاک عمیق تر باشه، خاک زیکشی شده باشه، تعداد مقدار تلرینگ یا تعداد تلرینگ زیادتر میشه. در غیر از او اگر مناسب با وضعیت و خواست خود نبات نبود تلر کمتر میداشته باشه. عملیات زراعتی، هرچقدر ما بتونیم زمین درست و صحیح بستر مناسبی برای بذر تهیه کرده باشیم، از لحاظ خاکورزی، از لحاظ پستی و بلندی، از لحاظ درست قرار گرفتن مواد غذایی و آب، ما تلرینگ بیشتر می داشته باشیم. در غیر از او تلرینگ کمتر خواهد داشت. خب مرحله سوم مرحله تلرینگ بود، مرحله از نمو نباتات. و در مرحله چهارم مرحله خواب زمستانی در غلات، زمانی که تلر تولید شد. اگر ما در کشت های خزانی وقت‌تر کشت کرده باشیم مقدار تلر در خزان هم ایجاد میشه، در صورتی که اگر ما نزدیک به زمستان کشت کرده باشیم مقدار تلر که به وجود میآید در برج حمل در بهار در شرایطی که زمستان رفع شده باشه. بنابراین خواب زمستانی در
غلات تیرمایی یک دوریه که یا تیلر کرده باشه اگر وقت کشته باشین تیلر کردن و اگر نکرده باشن به دوره استراحت میرن. تیلرینگ مرحله است که باز در بعد از رفع خواب زمستانی ایجاد میشه. بنابراین یک دوری در غلات تیرمایی خواب زمستانی خود نباته که باید طی بکنه، درجه پایین حرارت در زمستان ببینه و در بهار شروع به رشد و شروع به تلرنگ و پنجه‌زنی و نموی طولی شروع بشه. مرحله پنجم مرحله نموی طولی ساقه هست که با انکشاف قسمت انترنود افزایش پیدا میکنه. فاصله بین دو گیره ما میانگیره میگیم یا ساقه میگیم که طول یا قد نبات تشکیل میده که در مرحله پنجم قد نبات افزایش پیدا میکنه. در مرحله ششم رشد و نموی غلات تشکیل خوشه و ظاهر شدن خوشه از قسمت انتهایی ساقه میباشه که خوشه عملا دیده میشه. مرحله زاهیشی آغاز میشه، یعنی از مرحله رویهیشی به مرحله زاهیشی قدم میگذاره. در مرحله هفتم مرحله تشکیل گل، مرحله فرتلایزیشن و الغا که گل تشکیل بشه و در مرحله هشتم الغا و فرتلایزیشن صورت میگیره و در مرحله نهم رسیدگی و برداشت که آخرین مرحله از دوران رشد و نموی نبات تشکیل میده. بعد از این که ما نبات کشت کردیم، بعد نبات به دست آوردیم، نیاز به یک زمان استراحت داره که در نباتات مختلف متفاوته. یک دوره استراحت طی بکنن که اگر دوباره باز بذر بکنیم توانایی جوان زدن داشته باشن، که یک دوره خواب یا دوره دورمنسی هست که نباتات باید طی بکنن. تخم اکثریت غلات بعد از برداشت به یک دوره خواب ضرورت داره که به مدت یک تا شیش ماه متفاوته، بین یک ماه تا شیش ماه، 30 روز تا 180 روز نیاز داره. تحت شرایط 4 درجه سانتیگراد دوره دورمنسی خود تکمیل میکنه. بعد از این دوره که ما کشت بکنیم براحتی جرمنشان میکنه. در غیر از او اگر ما آنن نبات از خود خوشه میگیریم، میوه از او میگیریم، در صورتی که نیاز به طی نمودن یک دوره استراحت داشته باشه کشت بکنیم جوانه نمیزنه. در گندم، جو، یولاف پس از 20 تا 30 روز بعد از برداشت خود دوره دورمنسی از بین میره. بنابراین دوره دورمنسی گندم و جو و یولاف زمانی که ما برداشت کردیم حد اکثر 30 روز ما در ذخیره خانه داشته باشیم تحت شرایط 4 درجه، درجه حرارت پایین دوباره کش بکنیم جواره میزنه. جو، یولاف اگر با مدت 3 روز به حرارت 2 درجه با رطوبت زیادتر قرار گیره خواب شکسته میشه. با حالت مصنوعی هم میشه که در شرایط مصنوعی با مدت 3 روز به حرارت 2 درجه مقدار رطوبت زیادتر باشه دورمنسی جو و یولاف از بین میره. بعد از اون کشت بکنیم جوانه میزنه. کدام مشکلی در تعداد جرمنیشن به وجود نمیه، مقدار جرمنیشن یا فیصدی جرمنیشن آن کاهش پیدا نمیکنه. خواب در جوری خوشه‌ای مقایسه با دیگر غلات حائز اهمیت نیست. بعضی از نباتات دورمنسی مهم نیست که ما بعد از برداشت دور نگاه بداریم که دورمنسی طی بکنه یا نگاه نداریم، بی تفاوته. اکثرا در جوری خوشه‌ای یا سارگم اگر در هوای آزاد هم ببینیم زمانی که بعض جوری خوشه‌ای پخته میشه در روی خود جوری هم جوانه میزنه، سبز میشه، در صورتی که در هوای مرطوب قرار بگیره به روی نبات نیز جوانه میزنه. نشان میده که یک دوره دورمنسی برای سپری نمودن آن نداره. بنابراین پیوسته میشه که کشت بشه و جوانه بزنه.
قوی نامیه در قلات یا فیسدی جوانزمی بازر در قلات بیابیلیتی آف سیریال سیت زنده بودن جنین قلات ما یک مقدار از بعض را که کش میکنین یک فیصدی بنیم و جوانه تولید نمیکنه تو باید فیصدی جوان زنی خیلی بالایی داشته باشه 98 فیصد جوان زنی داشته باشه این در شرایط لابراتوار باید خیلی بالا باشه و در که ما قیاس بکنیم که در شرایط طبیعی مقدار عزیز یا کمتر خواهد شد منان یکی از جمله فاکتورهای خیلی مهم در قلاجات قوه نامیه یا زنده بودن جنین بذر هست زمانی که ما کش میکنیم از صد دونه باید تعداد خیلی زیاده جوانه بزنه تعداد اندک ما بدون جوانه داشته باشیم با فیصدی جوانه زدن مشخص میشه ما صد عدد بذر در محیط لابراتوار کش میکنیم 98 تا جوانه زد میگیم 98 فیصد قوی نامیه داره اگر کمتر از او بود میگیم قوی نامیه پایین‌تر داره و اگر از 80 کمتر باشه قابل کشتیه که اگر کشت بکنیم مقدار از پول ما عدس خواهد رفت تخمایی که قوی نامیه کمی دارن سرعت جوان زنی و فیصدی جوان زنی آنها نیست کم است در صورتی که قوی نامیه کمتر داشته باشم توانه برای جوان زنی کمتر داشته باشم فیصدی جوان زدن از او نیست کمه و سرعت جوان زدن از او نیست خیلی بطی و خیلی کند است پلومیول و رادیکال خیلی با مشکل بیرون میشه چون مواد غذایی کمتر داره بنابراین سرعت در جوان زنی خیلی کم است و فیصدی جوان زنی هم زیر 80 فیصده کاهش قوه های نامیه در قلات مربوط به عوامل زیر هست بعضی از عواملی که در روی جوان زنی بذر قلات تأثیر داره یا در روی قوه نامیه تأثیر داره نارس بودن تخمه یک نارس بودن تخمه که اگر تخم کاملا رسیده نباشه به بلوغ نرسیده باشه جنین و اندوسپرم و طبقه آلرون و پوسته کامل تکمیل نشده باشه به بلوغ نرسیده باشه اگر ما اول برداشت میکنین کش میکنین حتما فیصدی جوان زنی یا قوه نامی از او خیلی کاهش پیدا میکنه صدمه دیدن تخم در هنگام برداشته و یا در هنگام انباره اگر صدمه ببینید توسط وسایل میکانیکی جنین صدمه ببینه پوست یا اندوسپرم صدمه ببینه فیصدی جنمنشان کاهش پیدا میکنه حفاظت و نگهداری نادرست در انبار اگر به انبار ما ذخیره کردیم که درجه حرارت و رطوبت بالا بود فیصدی جنمنشان از اینا به مدت خیلی کوتاهی کاهش پیدا میکنه اگر ما بیاییم در شرایط نادرست محیطی رو 2 سال ذخیره بکنیم قوی نامی از او میاید زیر 50% اگر شرایط ایدئال ذخیره بکنیم قوی نامی از او میتونیم تا 40 سال استفاده بکنیم سیت ایج یا سن تخمه هر چقدر که ما از مو سن نرمال و تعیین شده زیادتر ذخیره بکنین قوی نامی خور از دست میده و هرچند که جلوتر از او استفاده بکنین قوی نامی زیادتر داره قوی نامی در شرایط ذخیره و خشک هوا و سرد افزایش پیدا میکنه شرایط محیط خشک باشه هوا سرد باشه رطوبت پایین باشه ولی اگر در محیط گرم باشه محیط مرطوب باشه کمتر از 2 سال قوی نامی خواهد دست میده تا 40 سال در شرایط سرد و خشک حتی میشه که ذخیره بکنه درجه حرارت کامل پایین باشه و هوا خشک باشه ریاست رطوبت باشه میشه تا 40 سال یک بسر ما ذخیره بکنین با توانایی قوه نامیه یا ویابیلیتی از عکس العمل قلات نسبت به طول روز یا فوتو پریود بعضی از نباتات به روز بلند نیاز دارن بعضی به روز کوتاه و بعضی روز بیتفاوتن بنان قلات به 3 دسته تقسیم میشه یکی قلات روز بلند برای تشکیل اعضای گلی خود احتیاج بیش از 13 ساعت نور دارن کمتر از آن رشد رویشی یا ویجیتیتیف گروت افزایش پیدا میکنه با رشد زایشی نمیره بنان از جمله نباتات روز بلند گندم جو یولاف و جو داره که باید در زمان کش بشه که زمان گلدهی از او
موافق با طول روز بالا باشد. ما فرزند زمان گلدهی خود گندم در برج سر داریم، در برج سر یا اواخر حمل طول روز زیادتر هست، ساعت که نور ما در روز داریم زیادتر هست. غلات روز کوتاه اونایی که با نور کمتری نیاز دارند برای تشکیل اعضای گل کمتر از 13 ساعت طول روز نیاز دارند، مثل جواری و باجره و برنج و ارزان و صاحبی کمتر از 13 ساعت هم طول روز باشه، اینها میتونن نیازمندی های نوری از لحاظ گردافشنی و از لحاظ تکمیل اجزای گلی خود به دست بیارن. غلاتی که روز بی تفاوت هستن که در درجه طول روز اگر زیاد باشه یا اگر کم باشه، تعداد ساعت که نور بان میرسه اگر زیاد باشه اگر کم باشه، اگر همیشه روشنی باشه یا اگر همیشه تاریکی باشه، بی تفاوت هست. نسبت به طول روز بی تفاوت هست، مثل بعضی از انواع جو تیر ماهی روز بی تفاوت هست، میشه در هر شرایط کش بشه. این بود جلسه هشتم مضمون نباتات، مضمون قلجات. امیدوارم که دروس خیش را به طور پیوسته تغییر نماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.